سفیر روسیه در سازمان ملل خشم روسیه را نسبت به حملات هماهنگ شده بر ذخایر سلاحهای کیمیایی و منابع تحقیقاتی سوریه ابراز نمود ما خواستار توقف فوری حمله و جلوگیری از استفاده غیرقانونی قدرت در آینده هستیم روز گذشته یک گروه بررسی سازمان ملل برای ممنوعیت سلاحهای کیمیایی برای بررسی صاحات در نزدیکی دو ماه وارد دمشق شد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت شب گذاشته ما با موفقیت مرکز منابع اسلحه کیمیاوی سوریه را هدف قرار دادیم و به دلیل این اقدامات مطمئن هستیم که برنامه صلاح شیمیاوی سوریه را فلج ساختیم در صورتی که رژیم سوریه به اندازه کافی نابخردانه پیش رود و قدرت ما را آزمایش کند ما آماده آن هستیم تا این فشار را نگه داریم و ادامه دهیم روسیه باز هم استدلال بران کرد که آن حملات مغایر قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل است اما سفیر فرانسه آن را رد نموده گفت من با آنها یادوار می شوم که این منشور به منظور حفاظت از مجرمان تراحی نشده است فرستاده بریتانیا در سازمان ملل متحد گفت که اقدامات محدود بود و از تلفات ملکی اجتناب گردید. بریتانیا معتقد است که با همکاری نزدیکترین متحدان خود به منظور رفع آلام بیشتر بشری با تخریب قدرت سلاح کیمیایی رژیم سوریه و جلوگیری از استفاده از سلاح کیمیایی از سویان رژیم اقدامات نظامی و قانونی نموده است. تلاش های روسیه ها برای به دست آوردن موافقه شورای امنیت برای محکوم کردن حملات طی یک قدنامه به شدت ناکام ماند و از جمع پانزده عضو این شورا صرف سه رأی به دست آورد اعتراض کنندگان بر حملات نظامی ایالات متحده بریتانیا و فرانسه علیه تسلیحات کیمیایی سوریه مقابل قصر سفید برآمدند. من فکر می کنم که این حمله به سوریه فقط بخشی از میراث امپریالیزم ایالات متحده در سراسر سر جهان است که باور بران دارد که ما می توانیم بر تمام جهان دستور دهیم و حوضای دنیا را کنترل نماییم. ادای هم می گویند که حفاظت از غیر نظامیان باید در اولویت باشد. So as as like destroy... یک اقدام مثبت است اما نگرانی من در قسمت این عملات آن است که اگر غیر نظامیان سوری آسیب ببینند یا کشته شوند این اتفاق وحشتناک و خراب است رئیس جمهور ترامپ روسیه و ایران دو متحد اصلی سوریه را به خاطر حمایت از کسانی که دیکتاتورهای خطرناک عنوان کرد متهم نموده و از مسکو خواست تا مسیر خود را تغییر دهد روسیه در عین حال حملات ایالات متحده را محکوم و از عواقب آن هشدار داد